سازمان ملل از افزایش 160 درصدی تعداد قربانیان ناشی از انفجار مینها و بقایای مواد منفجره جنگ در یمن در سال 2022 خبر داد. هیئت سازمان ملل متحد برای حمایت از توافق هدیده در بیانیه تاکید کرد تعداد قربانیان انفجار مینهای باقی مانده از جنگ در این استان در سال 2022 از سال 2021 که 111 نفر قربانی داشت 160 درصد افزایش یافته است از این میان 112 کودک و 15 تن در اثر انفجار مین و مواد منفجره آسیب دیدند پیشتر انیس الاسبهی، سخنگوی وزارت بهداشت در دولت نجات ملی یمن گفت تعداد قربانیان بمباران اطلاف متجاوز به مناطق مرزی در غرب سعده به 3404 کشته و مجروح از ابتدای آتش بس بر در آوریل 2022 تا امروز رسیده است. گزارش های بین المللی ها از آن است که یمن از پایان جنگ جهانی دوم شاهد بزرگترین عملیات مین گذاری بوده است.